به نام خدا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه میخواستم همین ابتدا کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو قبلی من و این که ازتون میخوام همین ابتدا لطفا کانالمون سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که وقت براتون ویدیو آپلود کنه براتون بیاد و اینکه ما اینستاگرام بالا میذارم اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم میخوام در مورد سواد رابطه صحبت کنم ببینید متاسفانه ماها اکثرمون خیلی از آموزش هایی که باید همون دوران نوجوانی و جوانی میدیدیم در مورد رابطه با شخص با جنس مخالف رو ندیدیم و وقتی وارد رابطه میشیم حتی تو بزرگسالیمون و وقتی حتی دهه 20 زندگیمون هم حتی میگذره خیلی وقتا نمیدونیم چطور باید یه سری رفتارها رو داشته باشیم یه سری رفتارها رو نباید داشته باشیم حالا من توی این ویدیو در مورد این قضیه و سواد رابطه و بایت ها و نبایت یک رابطه باتون صحبت میکنم مطمئنم خیلی بهتون کمک میکنه این فیلم با من همراه باشین ببینید اولین نکته رو من بخوام بهتون بگم اینه که یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید رعایت کنیم و متاسفانه خیلی رعایت نمیکنن اینه که زمانی که هنوز تکلیف رابطه قبلیشون یعنی رابطه که الان داخلش هستن و احساس میکنن آخرش هست روشن نشده با یکی دو نفر دیگه میرن وارد رابطه یعنی از الان استارت رابطه های بعدی رو میزنن ببینید این واقعا کار غلطی است من همیشه گفتم ابتدای رابطه وقتی که شما هنوز هیچ رابطه نداشتی و با یه نفر آشنا میشی میتونی تو اون یکی دو ماه چون هنوز نمیدونی طرف جدیه تو جدی اصلا شخصیت طرف دستت نیامده میتونی مثلا اگر یکی دو تا گزینه دیگه هم بودن باهاشون فعلا ارتباطات در همین حد جزئی داشته باشی تا ببینی تکلیفت اصلا با این شخص چی اصلا اون شخص میخواد با تو ادامه بده یا نه دیگه بعد از یکی دو ماه دیگه باید فقط با اون شخصی که حالا باش دوست شدی ارتباط داشته باشی اما اینکه الان یه رابطت مثلا داره به آخرش میرسه تو اعواتون میشه بحثتون میشه احساس میکنی تمام شده این نکته غلطی توش وجود نداره اما اینکه تو همزمان میری با یکی دو نفر دیگه هم حالا ارتباط تو کم کم آغاز میکنی اینجا دقیقا کار اشتباه هست. چون اولا تو باید تکلیف رابطه قبلی تو مشخص کنی دوما با باید بذاری این وسط یه تایم استراحت روحی روانی داشته باشی تا بهتر تصمیم بگیری چون تو اینطوری سری میری وارد یه رابطه دیگه میشه دوباره اون رابطه هم همینجوری تون تون فقط میخوای رابطه عوض کنی بعدم ناراحتی که چرا رابطت به سرانجام نمیرسه واسه همین روی این نکته باید دقت کنی مورد دوم که باید باز هم من به خودمون میگم یعنی خودمون باید رعایت کنیم اینه که وقتی با یه نفر وارد رابطه میشیم طرفو نباید بلا تکلیف بذاریم آقا این که الان ما تنهاییم یه نفر رو فقط میخوایم باشه اینا اینا باز دلیل و بهانه خوبی نیست که بخوایم یک نفر دیگر رو بلا تکلیف به زور پیش خودمون نگه داریم به قول خودمون بعضی میگن مثلا آب نمک بخوایم بذاریم چون خودم فعلا میخوام یه نفر باشه این کار کار درستی نیست و خودمون هم باید رعایت کنیم اگر نمیخوایم کسی با ما این کار رو بکنه ما هم باید اینو این قضیه رو بلد باشیم که آقا اگر یه نفر احساس میکنی که نمیتونی دیگه باش باشی و اونم اصرار داره که مثلا بیشتر با هم باشید و تو شرایطش نداری به زور نگهش ندار به زور علکی فقط برای رفع تایم تو حالا اون سرگرمی طرف رو نگه ندار که بلا تکلیف نگهش داری واسه همین اگر میخوایم سواد رابطه رو یاد بگیریم باید این نکته هم خیلی رعایت کنیم مورد سوم عذرخواهی هست متاسفانه ما اصلا توی ارتباطاتی که با دوستانمون حتی هم جنس خودمون هم داریم کلا انگار عذرخواهی نشانه افته یعنی اگر من معذرت بخوام از یک نفر یعنی هیچی من دیگه آدم ضعیفی من آدم فلانی هم. دیگه تو رابطه که متاسفانه خیلی من وقتا میبینم خیلی دعواهای جزئی بوده میشه با یه معذرت خواهی خیلی راحت یه رابطه رو درست کرد این غرور رو میشه خیلی راحت زیر پا گذاشت یه رابطه رو حفظ کرد اما حتی حاضر نیستیم یه اسخایی کنیم و بیشتر هم دوباره شروع میکنیم به بحث و جدل کردن و کم کم این دعوای ریزی که بوده تبدیل به دعوای خیلی بزرگ میشه و خیلی راحت هم یه رابطه تموم میشه واسه همین اگر میخوایم اون سواد داشته باشیم باید بدونیم آقا اسخایی اصلا نه تنها تو رابطه رمانتیک و عاشقانه بلکه حتی تو رابطه با پدر و مادر دوست آشنا هم خیلی میتونه کمک کنه و این کلاس کاری شما به اون اخلاق شما رو نشون میده و اصلا نشانه کوچیک شدن نیستش مورد چهارم یه چیزی که ما باید بدونیم شما هر کاری که بخواید توی این زندگی انجام بدید باید براش وقت بذاری و بهش توجه کنی میخوای نمیدونم زبان یاد بگیری باید براش وقت بذاری میخوای نمیدونم یه درسی یا یه رشته یا یه هنری یا یه موسیقی یاد بگیری باید براش وقت بذاری رابطه هم همینه ما اولش وارد رابطه میشیم خیلی اوکییم ولی بعد از این مدتی نمیدونیم که همچنان باید رابطه رو پرورش بدی نمیدونم وقت براش بذاری خیلی وقتا خیلی کارا رو انجام نمیدیم توقع طبق... توقعاتمون از طرف مقابل زیاده میگیم آقا اون باید نمیم اخلاق منو درک کنه برای من این کار کنه اون کار کنه برای در قبالش خودمون حاضر نیستیم کاریو بکنیم و برای رابطه هم وقت نمیذاریم بعدم ناراحتیم که آقا چرا این رابطه مثلا داره به مشکل میخوره چرا رابطه جلو نمیره همش هم انتظار داری که اون شخص همش تلاش کنه نمیدونم برای تو خیلی کارا رو انجام بده تو فقط بشینی یه گوشه مثلا نگاه کنی و بعدم ناراحت میشی اگر رابطه به مشکل بخوره واسه همین باید بدونیم که هر چیزی تو این زندگی میخوای بزرگ بشه پیشرفت کنه باید براش وقت بذاری بهش توجه کنی و به قول خودمون آسته جلو ببریش نمیشه که فقط توقع داشته باشی چیزی خودش جلو بره واسه همین اگر میخوایم توی سواد رابطمون بهتر عمل کنیم باید این نکته هم در نظر بگیریم گزینه 5 نباید نظر تو به طرف مقابل تحمیل کنی ببینید من چند تا مثال میزنم چون این قضیه خیلی مهمه میخوام جا بیفته به عنوان مثلا یه آقایی از یه خانمی خوشش میاد حالا خانمه مثلا کم هجاب بوده نمیدونم آرایش های آنچنانی میکرده باهاش از این قضیه خوشش میاد باهاش وارد رابطه میشه بعد از یه مدتی حالا میگه نه تو مثلا آرایش نکن این کارو نکن اون کار نکن در صورتی که خودش قبل از اینکه وارد رابطه بشه این شخصیت رو دیده حالا وارد رابطه شده ولی الان میخواد نظر خودش رو تحمیل کنه به طرف مقابل که آقا نه آرایش نکن فلان نکن این کارو نکن برعکسش هم هست مثلا یه خانم میبینه یه آقا پسری کلا روابط اجتماعیش خوبه مثلا با همه بگو بخند داره نه بعد توقع داشته باشه که چون قبلش این شخصیت رو دیده حالا که باش وارد رابطه شده توقع داشته باشه هم با کسی دیگه بگو بخند نکنه یا یه مثال دیگه اینکه مثلا تو اگر نه یه رشته دوست داری یه سبک موسیقی دوست داری بازم نباید توقع داشته باشی که طرف مقابلت حتما اون نظر تو رو داشته باشه نباید تحمیل کنی نظرات تو اینم میشه قضیه بعدی که ما باید اگر میخوایم اون تفاوت ها رو باش کنار بیم و بتونیم راحت باش زندگی بکنیم باید بدونیم که آقا این تفاوت ها خیلی هم قشنگه نه در حدی که حالا خیلی زیاد باشه میبینی اصلا به مشکل میخوری نه اما در حد این چیزای کوچیک و نکته هم هست که قبل از رابطه وقتی شخصیت طرف میبینی دیگه انتظار نداشته باشه که طرف وقتی 20 سال 30 سال با یه خلق و خو زندگی کرده اخلاقی رو داشته بخواد بعد از رابطه به خاطر تو تغییر کنه شماره 6 ایجاد تعادل تو رابطه ببینید من خیلی توی فیلم های قبلی هم در مورد تعادل صحبت کردم تعادل تو رابطه یعنی چی؟ یعنی این که نه اون دو سه ماه اول نمیدونم هر روز دوستت دارم به طرف میگی نمیدونم تمام انرژی عاطفی تو میذاری برای طرف بعد از این مدت که کم کم این هیجانت داره کم میشه باعث میشه که هم یه انتظاری طرف مقابل ازت داشته باشه هم که تو تعادل رو رعایت نکردی و شاید اصلا برای طرف مقابلت عادی بشه این رفتارت همیشه آدم باید تو زندگیش تعادل داشته باشه آقا این که بخوام من هر روز به تو بگم دوستت دارم بعد از این مدتی عادی میشه باید بدونی هر چند وقت یه بار اصلا این کلمات این رفتارها مثل این میمونه که یک نفر هر روز برای شما یک کادو رو بگیره مطمئنم که اصلا براتون جذاب نیست اما اگه هر چند وقت یه یه هدیه ای بگیره که شما رو واقعا سورپرایز کنه این برات جذاب تره اینم میشه تعادل خیلی چیزای دیگه هست مثلا اینکه باز هم تعادل تو رابطه یه مثال دیگه بخوایم بزنیم اینکه شما بخوای توقع داشته باشی همیشه طرف مقابلت پیش تو باشه یعنی همش بخوای پیش هم باشید دیگه نمیدونم اهداف تو بذاری کنار دوستاتو بذاری کنار توقع داشته باشی شخص مقابلم دوستا و اهدافش بذاری کنار تعادل ایجاد نکنی بعضی وقتها با پدر مادر تمام وقت نگذرونی با دوستات وقت نگذرونی همش میخوای با هم باشه این دقیقا میشه همون قضیه تعادل آدم وقتی هفت روز هفته داره باید تعادل این وسط ایجاد کنه. بعضی وقتا با دوستاش وقت بگذرانه بعضی وقتا حالا با پارتنرش بعضی وقتا به کاراش انجام بده اصلا کارش انجام بده این خیلی چیز مهمیه و همه اینا میشه تعادل که ما باید بتونیم توی رابطه ایجاد بکنیم مورد آخر ما باید تحلیل کردن رو بلد باشیم ببینید اتفاقات ناگهانی و اتفاقاتی که حالا یک دفعه رخ میده یه چیز عادیه تو زندگی تو رابطه هم این قضیه وجود داره یعنی چی یعنی یهو بعد از یه مدت میبینی طرفت یه سری عادت ها داره که اذیتت میکنه و ممکنه هم عادت بزرگی باشه که تو رو اذیت میکنه هم یه عادت خیلی کوچیک و نباید واکنش سری نشون بده یعنی من دو تا مثال میزنم که از یک عادت بزرگ به از یک عادت کوچک فرض کنید شخصی که شما باش وارد رابطه شدی بعد از مدتی میفهمی آدم خسیسیه و این قضیه میبینی به شدت تو رو اذیت میکنه باز هم نباید سری واکنش نشون بدی باید به خودت تحلیل کنی بررسی کنی ببینی که اخلاقای دیگه اش چجوری واقعا این رفتار رو نمیتونی تحمل کنی با طرف حتی بعضی وقتا غیر مستقیم صحبت کنی اگر به نتیجه نرسیدی حالا میتونی مثلا رابطه رو تمام کنی یا یه عادت خیلی کوچکتری وجود داره که نیازی نیست اصلا آدم انقدر سریع بخواد واکنش نشون بده مثلا طرف بعد از مدتی متوجه میشه مناسبت رو یادش میره اصلا یاد نگرفته که مثلا ولنتاین نمیدونم روز حالا مثلا دختر این چیزا بخواد تبریک به یه تولدی چیزی اینا رو اصلا بلد نبوده و یا براش مهم نبوده نباید سری واکنش نشون بدی که شما فکر کنی برای تو مهم بوده تو خانواده تو مثلا چیز مهم بوده الان اونم اینجوری بزرگ شده نه اینا میشه چیزای کوچیک که اولا نباید سری واکنش نشون بده دوما که میتونی با صحبت خیلی قضیه رو حل کنی و حتی اگر این شخص مقابلت این رفتارش تغییر نکرد خیلی چیز خاصی نباشه برات که بخوای سری رابطه رو تموم کنی در آخرم به عنوان نتیجه گیری میخواستم این نکته رو بهتون بگم که ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم مثل آموزش ها رو داشته باشیم و چیز بدی هم نیست توی هر چیزی شما بخواید پیشرفت کنی یاد بگیری باید سری آموزش ها رو داشته باشی و سواد رابطه هم همون چیزای مهمی هست که ما باید بدونیم شاید الان فکر با خودت نگاه میکنی مثلا 7 سال پیش خیلی راحت روی رابطه رو تمام میکردی سر چیزای کوچیک حساسیت های بیش از اندازه داشتی نمیدونم رو خودت کار نمیکردی اعتماد به نفس خودت پایین بوده رابطه رو تمام میکردی حسودی میکردی اما الان خیلی چیزا رو یاد گرفتی و باز هم میتونی خیلی چیزها رو یاد بگیری و همین کمکت میکنه که یک رابطه بهتری داشته باشه حالا اگر شما در مورد این ویدیو نظری دارید بنویسید این زیر که هم من استفاده کنم هم بقیه طبقا همولم لایک کامیتی هایتون نره مواظب خودتون باشین دوستتون دارم خدا نگهدار.